با درود به همه بینندگان فارسی زبان در سراسر گیتی که بیننده برنامه هفتگی جنبش رنسانس ایرانی هستند و همینطور درود و خوش آمد میگم به دکتر آرتمیس عبورا. آرتمیس جان خوش آمد. سپاسگزارم از شما بانو افسانه گرامی، درود و آفرین بر همه بینندگان و شنوندگان این برنامه، چه کسانی که اکنون میبینند چه کسانی که بعدا در شبکه‌های اجتماعی خواهند. بانو آرتمیس نازنین، دوستان این هفتهمون در مورد نقش زنان در حکومت های پادشاهی یا جایگاه زنان در حکومت های پادشاهی در ایران و در سایر کشورهایی که در جهان وجود دارن. به اشتباه عده‌ای فکر میکنن که جایگاه رو به زن در دنیای امروز در حکومت های امروز فمینیستا به زنان جایگاه دادن، یعنی به خاطر تلاش زنان فمینیستا بوده که زنان تونستن جایگاهی در جوامع پیدا کنن. میخواستم نظر شما رو در این مورد در مورد جایگاه زن در حکومت پادشاهی بدونیم. ما بینندگان در خدمتتون هستیم. سپاسگزارم از شما بانو. همینجوری که شما گفتین، خیلی ها به خاطر اینکه پیشینه های تاریخی کلا سیستم های پادشاهی براشون خیلی روشن نیست، نمیدونن که کلا زنان در کشورهای پادشاهی چگونه زندگی میکنن و چگونه عمل میکنن. من برای اینکه امروز وارد این جستار بشیم، نخست بیایم درباره این گفتگو کنم باهاتون، یک پیش زمینه ای داشته باشین در مورد که بدونیم اصلا ما کلا در جهان چقدر کشور پادشاهی داریم و کجاهای جهان بیشتر هستن و چه کار میکنن و این کشورهای پادشاهی وضعیت زنان درشون چگونه است. از سال ما میدونیم که در سال 2023، همین امسال که ما داریم با هم صحبت میکنیم، 43 کشور مستقل در جهان وجود دارند که یک پادشاه، به هر حال حالا پادشاه میتونه زن باشه یا مرد باشه، ولی به عنوان رئیس دولت دارن. 13 کشور از این 43 کشور در آسیا هستند. جالبه براتون احتمالا. بیشتر میزان کشورهای پادشاهی در قاره آسیا هستند. 12 تا کشور پادشاهی در قاره اروپا داریم. 9 کشور در قاره آمریکا داریم و 6 کشور در اقیانوسیه و 3 کشور در آفریقا. بنابراین این گونه بهتون بگم که هرچه که کشورهای کهنسالتر و ابرقدرت‌های جهانی در اونجا بیشتر هستند، پادشاهی هم بیشتر دیده میشه. قلمروهای امروزه در جایی که ما بهش میگیم کامانولت یا قلمروهای مشترک المنافع پادشاهی انگلستان، که اکنون به چارلز سوم پادشاه این 15 قلمرو هست، شامل آنتیگونا، باربودا، استرالیا، باهاما، بلیز، کانادا، گرانادا، جامائیکا، نیوزلند، پاپوا، گینه نو، سنت کیتس، نویس و سنت لوسیا یا همون سنت لوسیا، سنت وینسنت، گرانادین، سلیمان و جزایر توالو و جزایر سلیمان بریتانیا و اینها هستند که از امپراتوری بریتانیا تبعیت میکنند. یعنی شما فکر کنید که تمام این کشورهای مشترک المنافع در جهان امروز همچنان پادشاهی های بسیار نیرومند و میشه گفت که تا حد بسیاری حداقل از کشورهای دورشون موفق تر رو هم دارن، یعنی کشورهای نیرومندتری هم به نسبت هر کدوم از اینها، به نسبت جایی که قرار گرفتن در مقایسه با کشورهای غیر پادشاهی دوروبرشون. حالا جالب هست که این کشورها نوعهای گوناگون پادشاهی هم توشون هست، یعنی همین امروزه که ما با شما با هم دیگه داریم صحبت میکنیم، ما پادشاهی های مشروطه داریم یا که کاملا در همه این 15 قلمرویی که دست کم من به شما گفتم پادشاهیش مشروطه است، دموکراسی کامل هم دارن و پادشاه اختیاراتش ممکنه در همه اینها فرق بکنه، ولی از نظر قانونی اختیارات گسترده ای پادشاه های این پادشاه انگلستان که در واقع پادشاه همه این 15 کشور هم هست داره و ممکنه که خودش از نقش قانونی خودش استفاده نمیکنه و اختیارات قانونیش، اما نقشش بسیار پررنگ و مؤثره و نقش فقط تشریفاتی صرف نداره.
سایر پادشاهی های مشروطه جهان که من گفتم 9 تاشون در اروپا هستند، شامل آندورا، بلژیک، دانمارک، لوکزامبورگ، پادشاهی هلند، نروژ، اسپانیا، سوئد هستند که ما میبینیم کاملا کشورهای پیشرفته هستند، کاملا زنان در این کشورها به در واقع جایگاه اصلیشون رسیدن، حقوقشون حفظ شده در جامعه و تقریبا میشه گفت که برابری حقوق بسیار بسیار بین زنان و مردان در این کشورها بیشتر از کشورهای جمهوری دیگری هست که در خود اروپا ممکنه وجود داشته باشند. از سوی دیگه باید اینو بدونیم که برخی از این پادشاهی هایی که در اروپا هستند نقششون مثلا تشریفاتیه، ولی در کشورهایی مثل مثلا پادشاهی های مختلطی مثل لیختنشتاین و موناکو با اینکه پادشاهی مشروطه هستند، شاهزاده بسیاری از اختیارات یک پادشاه کامل یا مطلق رو حفظ میکنه و مثلا همه پرسی قانون اساسی در سال 2003 به شاهزاده لیختنشتاین این اختیار رو داده که هر قانونی رو که لانتاگ یا همون وستا پارلمانشون پیشنهاد میکنه رو وتو بکنه و برعکس، شاهزاده میتونه مثلا هر عضو منتخب یا کارمند دولتی رو که صلاح میدونه برخلاف منافع کشور یا مسئله مشکلی برای کشور داره ایجاد میکنه، میتونه از سمتش اخراج بکنه یا میتونه به استخدام یا به سر پست بگذاره. برخلاف با این حال ما میبینیم که در همین کشورهایی مثل لیختنشتاین و موناکو با اینکه یک پادشاه کامل با همه اختیارات کامله، مردم میتونن برای اگر اشتباهی پادشاه بکنه یا ازش نارضایتی گسترده‌ای داشته باشن، میتونن برای پایان دادن به سلطنت شاهزاده خواستار رفرم هم بشن یا حتی رفراندوم هم بکنن. میخوام بهتون بگم که پادشاهی هایی که امروز در کشورهای خیلی خیلی پیشرفته و جهان اولی و حتی کشورهایی که میبینیم از نظر مثلا آزادی های اجتماعی، از نظر حقوق مردم، از نظر آرای مردم، خیلی هم مثلا اسمشون هست دموکراتیک هستن، پادشاهی های بسیار بسیار موفق با جایگاه بسیار بالایی رو برای زنان دارن تأمین و تضمین میکنن. حتی در کشورهای مسلمان که ما امروزه داریم که پادشاهیاشون کاملا مطلقه هستن، مثل برونی، مثل عمان، مثل اردن، مثل عربستان سعودی، مثل بحرین، کویت، قطر و امارات متحده، خیلی خیلی وضعیت این کشورها یه پادشاهی ثباتشون و رفاه مردمشون به نسبت، حالا هر کدوم به نسبت درآمدشون، ممکن یکیشون بسیار ثروتمند باشه مثل امارات و قطر و نمیدونم کویت و عربستان، بعضیشون هم مثل اردن نه نفت دارن نه گاز دارن، ولی همون اردن پادشاهی در برابر کشورهای اطراف خودش که مثلا فرض کنی فلسطین یا سوریه یا مثلا لبنان باشه، بسیار بسیار وضعیت امنیت، ثبات و حتی حقوق زنان به مراتب بهتره و میبینید که مثلا ملکه رانیا در اردن بیهجاب هم هست، خانواده سلطنه همشون تحصیل کرده های کشورهای دیگه هم هستن و بسیار ارج و قرب دارن و ثبات اون کشور خیلی محکم و مرتب و منسجمه برخلاف کشورهای دوربر خودشون که جمهوری هستن و کاملا درب و داغون و از هم گسیخته و با هم پاشیده، مثل سوریه، مثل لبنان، مثل فلسطین، مثل عراق و امثال هم در ناحیه خاورمیانه. شما میبینید این کشور پادشاهی خیلی ثباتشون بهتره. از سوی دیگه پادشاهی هایی هستن مثل مالزی و مراکش که پادشاهی های مشروطه هستن، اما پادشاهانشون هنوز قدرت خیلی بیشتری دارن نسبت به پادشاهی های کشورهای مشابه اروپایی. و بعد پادشاهی های مشروطه شرق رو و جنوب شرق آسیا رو داریم، مثل بوتان، مثل کامبوج، مثل ژاپن، مثل تایلند، که بسیار بسیار پادشاه نقشش ممکنه محدود و تشریفاتی باشه ولی بسیار نقش مهمی داره همون پادشاه در اون کشور، یعنی یک نوع احترام خاص، یک نوع نماد کاملا هویت ملی و بسیار بسیار محبوب مردمن. در تایلند که از سلطنت مطلقه سنتی که در سال 32 داشتن تبدیل شد به یک پادشاه مشروطه،
و در حالی که مثلا کامبوج بعد از استقلال از امپراتوری به اصطلاح فرانسه، استعمار فرانسه که در اومدن سلطنتشون رو داشتن تا موقعی که خمرهای سرخ به پست رسیدن و بعد از اون سلطنت دو مرتبه بعد از سرنگونی خمرهای سرخ در سال 1993 دوباره بازگشت به کامبوج. میخوام اینم باز بگم نکته قابل توجه، بسیاری از کشورهایی که در یک مقاطعی پادشاهیشون رو از دست دادن مثل خود اسپانیا، دو مرتبه پادشاهی به اون کشورها برگشته و دو مرتبه اوضاعشون اتفاقا خیلی بهتر از زمانی شده که پادشاهی در اون کشورها نبوده. حالا میخوایم بیایم به زنان برسیم در کشورهای پادشاهی امروز. ما میبینیم در کشورهای اسکاندیناوی که به دلیل میدونیم پادشاهی خیلی 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 محکم و قدیمی هم دارن، مسیر برابری زنان و مردان در این کشورها خیلی خیلی جلوتره از کشورهای حتی جمهوری که میخوان ادای خیلی برابری حقوق زن و مرد در بیارن و فمینیستا توشون خیلی گردن کلفتن، مثلا مثل فرانسه و آلمان و این حرفا. ولی شما در کشورهای اسکاندیناوی مثل یعنی نروژ، سوئد، دانمارک، فنلاند و آیسلند پیشتاز نمایندگی های زنان در نهادهای سیاسی هستند، در همین کشورهایی که پادشاهی هستند. و جالبه که این کشورهای اسکاندیناوی رتبه برابری جنسیتی، حقوق زنان، ارج و قرب زنان و میزانی که زنان در این کشورها به پستهای بسیار بالا میرسن، حالا منهای اینکه پادشاه زنان میتونن داشته باشن مثل سوئد اکنون که ولیعهدش به اصطلاح پرنسس ویکتوریا هست، میبینید که بسیار اینها زنان قدر و نیرومندی دارن و شکافهای جنسیتیشون بسیار کمه. از سوی دیگه معیارهای سیاسی، اقتصادی، آموزشی، بهداشتی به ویژه در زمانهایی که پادشاه اینجوری کشورها زن هستن خیلی خیلی بهترم بهبود پیدا میکنه و رشدش از نظر آماری حتی بالاتر از زمانهایی است که پادشاهان این کشورها مردن. یعنی میخوام بگم در این اندازه کشورهای پادشاهی اسکاندیناوی نیرومند و قوی دارن عمل میکنن و زنان درشون جایگاه نخست رو در تمام جهان دارن. از سوی دیگه مشارکت زنان در نظامهای پادشاهی در جهان بسیار چشمگیره و بسیار زیباست. نه تنها زنان در کشورهای پادشاهی، حالا از بالاترین مقام سلطنت به اصطلاح پادشاهی که در نظر بگیرین که شهبانو یا به اصطلاح ملکه های این کشورها هستند، تا انواع اقسام پرنسس های گوناگون، دخترها و خواهرها و همسران شاهان در این کشورها در امور اجتماعی و فرهنگی و سیاسی مشارکت بسیار پررنگ و فعالی دارند، بلکه نقش بسیار مهمی در حفظ و تداوم ارزش‌های ملی و میراث پادشاهی تو این کشورها دارن. یعنی زنان این کشورها خودشون سمبل مثلا هنر ملی، فرهنگ ملی، انواع اقسام موزه ها، انواع اقسام خیریه ها یا نیکوکاری ها رو اداره می کنن. در عرصه هنر اکثرا زنان خانواده پادشاهی بسیار فعال هستند، انواع اقسام نمایشگاه های صنایع دستی ملی رو میذارن، توانمندی در زمینه توانمندی زنان بسیار فعال هستند، توی کارهای ورزشی، توی فعالیت های زنان و دختران، فعالیت های اجتماعی، بنگاه های انواع اقسام بنگاه های گوناگون تندرستی و سلامتی روانی و این حرفا فعالیت دارند، تا انواع و اقسام شبکه های به اصطلاح آسیب پذیران اجتماع رو هدایت و فعالیتاش رو کنترل میکنن و اینها نشون میده که نرخ اعضای پارلمان و مشارکت زنان بسیار جدی است. ببخشید. برای مثال من یه سری از اینا رو براتون نمونه میارم. ببخشید. نیوزیلند رتبه نخست مشارکت اجتماعی زنان رو در پارلمان و سیاست داره در همه جهان. 50%. بسیار زیباست. یعنی برابری
از برابری کامل یکم هم بالاتر، 50.42، یعنی یک ذره از 50% بالاتر، یعنی حتی یه ذره مشارکت زنان از مردان هم در نیوزیلند فعالتره. پس از نیوزیلند استرالیاست، 48%، یعنی تقریبا برابره. بعد از اون ببخشید سوئد رو داریم، 46% و 99، یعنی 47%. بعد فنلاند رو داریم، 46% و 35. بعد آفریقای جنوبی رو داریم، 46%. بعد اسپانیا رو داریم، 44%. بعد نروژ رو داریم، 42%. بنابراین داریم میبینیم در کشورهایی که پادشاهی هستند میزان مشارکت زنان و مردان در پارلمان ها برابره، در حالی که در هیچ کشور جمهوری در جهان یه همچین ارتباط نزدیک و برابری نزدیک مشارکت اجتماعی سیاسی زنان و نرخ اعضای پارلمان و به اصطلاح زنان در پست های بسیار مهم دولتی تا حتی وزارت و رئیس جمهور یا نخست وزیر بودن، این در هیچ کشوری به اندازه کشورهای پادشاهی این نسبت نزدیکتر نیست. خب اینم از نظر آماری خدمتون گفتم که بدونین ما یه سری حرفا رو از مثلا سر میل و دل و ذوق خودمون نیومدیم اینجا بزنیم. آمارها و ارقام در جهان دارن نشون میدن جایگاه زنان در کشورهای پادشاهی کجاست، و ما از اونجایی که میدونیم هنگامی که زنان به فعالیت‌های سیاسی در یک جامعه برسن، یعنی به بالاترین درجه حقوق خود در اون جامعه و بالاترین درجه برابری بین زن و مرد رسیدن، بنابراین من این از این نظر این آمار مشارکت سیاسی زنان رو گفتم، برای که وقتی زنان در جامعه به مشارکت سیاسی رسیدن، یعنی پیش از اون به برابری آموزشی، به برابری بهداشتی، دسترسی به خدمات اجتماعی و همه اینها از پیش رسیدن. بنابراین خیلی خیلی مهمه که ما بدونیم زنان در جامعه امروز در کشورهای پادشاهی چقدر نقش فعال سیاسی دارند، و از اون رو میفهمیم که زنان در کشورهای پادشاهی چه جایگاهی دارند. حالا میایم ببینیم زنان، نقش زنان در سیستم‌های پادشاهی در درازای تاریخ چی بوده. در سیستم‌های پادشاهی در تمام جهان زنان بهترین نمونه‌های، چون کشورهای قدیمی در جهان، قدیمی ترین کشورهای جهان روی سیستم های پادشاهی اداره می شدن، مانند ایران، مانند چین، مانند هند، مانند مصر و مانند روم و یونان باستان، که پس از اینکه جمهوری رو ایجاد کردن اینها تبدیل شدن به یه سیستم های جمهوری، که در عین حال سیستم های جمهوری هم در یونان و هم در روم باستان هر موقعی که وجود داشته بسیار سیستم های، اینو باز از نظر خود ما نمیگیم، اینا چیزایی است که در متون و در واقع مراجع شما از دستمایه های تاریخی و به اصطلاح کتاب های نوشته شده در میابید، که سیستم های اداره و سیاست در سیستم های جمهوری بسیار فاسد بوده. خیلی از پست ها و مناصب نمایندگی یا مناصب دولتی خرید و فروش می شده و الزاماً بر در نظر گرفتن منافع ملی در اولویت هرگز نبوده، بیشتر منافع گروهی، حالا حزبی یا به اصطلاح منافع هر کسی که نیرومندتر بوده در پارلمان، اون عده‌ای که نیرومندتر بودن منافع خودشون و گروه خودشون و بخش خودشون و طبقه خودشون رو تامین می‌کردن. بنابراین میخوام بگم که از کهن‌ترین سیستم‌های اداره کشورهای جهان در تمام کشورهای باستانی پادشاهی بوده، و جالبه که تمام تاریخو که نگاه می‌کنید این زنانه که حالا میتونستن خواهران شاه، همسر یا مثلا دختر شاه باشن، بهترین نمونه های معمولا ملیگرایی و میهن پرستی و نگهداری و پاسداشت فرهنگ بودن، و به شدت هم تلاش میکردن تا
زنان جامعه خودشون توانمندتر باشن. هنگامی که زنان در قدرت بودن به عنوان حالا مثلا ملکه یا فرماندار یا زنان بازرگان یا ارتش، تمام تلاششون رو میکردن که عادلانه و منصفانه رفتار کنن و حکومت کنن. و کشورها معمولا در دورانی که زنان بر مسند بودن، حالا چه در مثلا ایران که ما یکی دو تا شاه زن داشتیم، ولی در دوران پادشاهان مردمون هم همواره زنان در عرصه های بالای سیاسی و اجتماعی و ارتشی و یا حالا سپاهی و بخش های گوناگون بازرگانی و غیر فعال بودن، زنان همیشه خوش درخشیدن و نام های بسیار بزرگی از چنین زنانی در تاریخ ما، همچنین در تاریخ مصر، همچنین در تاریخ مثلا یونان میبینید. و این نشون میده که زنان در جاهایی که پادشاهی های گوناگون، حالا به صور مختلف، پادشاهی ایران خب دادگسترانه ترینش بوده، ولی برای خودشون پادشاهی هایی بوده در مثلا هند، در چین، در مصر، در مثلا مراکش، در ژاپن و در هر جایی که این پادشاهی ها بوده، زنان یا نوعی میشه گفت در خط مقدم بودن و همه تلاششون رو کردن، یا اینکه به عنوان پشتیبان، همسران پادشاهان در پشت قدرت وجود داشتن و سعی میکردن و تلاش میکردن و سعی میکردن که یک صدای خودشون حتی اگه مستقیم نمیتونستن برسونن، از طریق کانال پادشاه یا برادر شاه یا پسر شاه یا دختر شاه برسونن. خب ببخشید، در ایران برخلاف پادشاهی های دیگه زنان قدرتمند بودن، چهره هاشون نه فقط در پشت صحنه دیده می شده، در جلوی صحنه وجود داشته و احترام و ارجشون خیلی به همه مردم ایران واجب بوده. نقش برجسته داشتن همیشه به اصطلاح همسران پادشاهان در ایران و به عنوان همواره به عنوان شهبانوهای دانا، دلسوز، حامی و پشتیبان همسر، پشتیبان کشور، پشتیبان دولت و در بسیاری از مناصب حکومتی یا نظامی هم فعال بودند. خب شما در ایران با یک کشوری با یک جهانبینی بسیار برابر بین زن و مرد مواجهین. و تعجبی نداره در ایران ما، ایرانی که در دوران پیش از اسلام برای هزاره ها پادشاهی نیرومند داشته، زنان صدای رساتری داشته باشند. حتی این زنان در 1400 سال پس از یورش تازیان در هر زمانی که تونستن در حکومت یا در دولت یا در اجتماع تأثیرگذار بودند و الزاماً کارشون برخلاف آنچه که تمام تلاششون رو اندیشه های مرد سالارانه و زن ستیز اسلامی به کار گرفتن تا زنان رو پلید، اهریمنی، سیاه، فتنگر و آسیب زننده به کشور عنوان بکنن، اینگونه نبوده. و ما حتی در دوران پس از اسلام در دربار بسیاری از سلاطین زنانی داشتیم که اقدامات مثبت زیادی هم انجام دادن و پشتیبانی های آشکار و نهان بسیاری هم کردن. در کشورهای غربی بعد از قرون وسطا، شما به عنوان مثال در انگلستان اون به اصطلاح ملکه مری، مری یعنی مری دی فرست، مری اول، در سال 1553 تاجگذاری کرد. شما فکر کنید در پس از قرون وسطا، یعنی نشون میده به محض اینکه جو مذهب و جو خفقان میره کنار، در خود اروپا هم اولین زن در انگلستان تاجگذاری میکنه. خب اولین ملکه سلطنت انگلستان شد که
به منظور ارائه تصویر قدرتمند از حکومت زنان به مردمش یک راهبرد و یک واژگانی رو ابداع کرد که منعکس کننده در واقع یا پژواکی بود از جامعه سرکوبگری که زن رو در طی قرون وسطا عقب نگه داشته بود. و جالبه که این زن با این واژگان و با دامنه در واقع ادبیات سیاسی که ایجاد کرد تبدیل شد به یک حاکم یا یک ملکه بسیار نیرومند. و بعد خواهر و جانشینش که ملکه الیزابت اول بود استراتژی ملکه مری رو ادامه داد و در واقع اولین پادشاهان زن انگلستان دیدیم که پس از قرون وسطا همین گونه که آمدند و موندند بر مسند قدرت انگلستان رو چگونه به جلو بردن، به سرعت جلو بردن، به سرعت بازسازی کردن و هم چهره همسر رو داشتن، هم مادر رو داشتن، هم تمام نقش های متعارفی که برای زنان یک جامعه متصور بود رو ملکه انجام داد و تصویر قدرت یک زن رو به نمایش گذاشت. و این نشون میده حتی در اروپا میدیدید که زنانی که در سیستم های پادشاهی بودند مثبت عمل کردند و به نفع کشور خودشون و بازوی توانای عرق و عشق و یک پارچگی ملی بودند. شما در حتی در دربار تزارین الکساندرا که میدونین از نوادگان ملکه الیزابت در انگلستان بود، از خانواده آلمانی، ازدواج کرده بود دختر ملکه با یکی از با پادشاه پسر پادشاه آلمان و پروس اون موقع، و خب بچهش یکی از دخترانش الکساندرا بود که همسر تزار شد. و ما میدونیم که خانواده پادشاهی در اروپا همه با هم فامیلن، کما اینکه خود تزار هم سکند کازین یا به اصطلاح حالا پسر عموی پادشاه جورج در انگلستان بود. کاری ندارم به این موضوع، میخوام بگم هنگامی که تزارین الکساندرا به روسیه اومد، تمام راه روسیه که می بردنش به سمت مسکو اشک ریخت و ناراحت بود برای اینکه چرا روسیه به اندازه انگلستان اون زمان روسیه به اندازه اون زمان انگلستان پیشرفته نیست. و این زن کمر همت بست برای بازیابی و بازسازی روسیه در کنار تزار که به اصطلاح کل خانواده در واقع تزار رو وادار کرد به مشارکت و مشارکت اجتماعی و سازندگی. و همونطور که دیدیم در جنگ جهانی اول خود تزارین الکساندرا و چهار دخترش سوار قطار می شدن و می رفتن به خط مقدم جبهه و کار پرستاری رو دوش به دوش پرستاران معمولی در جبهه ها انجام دادن، با اینکه یک ملکه بود، با اینکه دختراش پرنسس یا شاهزاده بودند، ولی لوس نبودن، اد و اطوار زیادی هم نداشتن و دوش به دوش مردم خودشون در کنار رزمندگان روس ایستادن. و بعدم که دیدیم با چه مظلومیتی در واقع خانواده رومانوف رو انقلابیون، همین انقلابیونی که همیشه منشأ فساد و فتنه و در واقع انواع و اقسام تباهی ها و سیاه کاری ها در کشورهای مختلف بودن که دیدین در فرانسه این کار کردن، خب ما در انقلاب ایران دیدیم، در انقلاب روسیه دیدیم، در انقلاب کمونیستی چین دیدیم و چه جنایاتی که این انقلابیون وقتی به حکومت رسیدن هم با خانواده پادشاهی کردن، هم با همه مردم اون کشور کردن و هم جایگاه زن چقدر در همه این انقلاب های شوم در سراسر جهان گام های بسیار بزرگ به پایین سقوط کرد. جایگاه زن، ارزش زن، حقوق زن، حقوق خانواده، حقوق کودکان، حقوق اجتماعی مردم کل جامعه و همه اینا چگونه نزول کرد و به پایین، در واقع به جایی به بالا رفتن به پایین برگشت. بنابراین
میخوام بهتون اینو بگم که سیستم های پادشاهی در نفس خودش به خاطر اینکه نمیخواد امروز بیاد فردا بره، خودش و پادشاه و همسر پادشاه و فرزندان پادشاه از پوست و گوشت و بافت اون جامعه میدونن، برای که حس میکنن ما پدر و مادر و خانواده این ملتیم، نه اینکه اومدیم 4 سال مثل یه صندلی کرایه‌ای یه رئیس جمهور بیاد انگار که یه مستأجر 4 ساله است توی خونه. خب شما موقعی که خودت صاحب یه خونه باشی از خونت بهتر نگهداری میکنی یا مستأجری که میاد تو خونه شما برای 4 سال بشینه و بره؟ خب این مطمئنا با هم فرق میکنه. سیستم اداره کشورم هم همینطوره. جایی که پادشاه هست کشور رو از خودش و خودشو از کشور، کشور رو مال خودش و خودشو مال اون کشور میدونه، و چون نمیخواد امروز بیاد فردا بزنه و بره، به دزد و به چاپ و جنایت کنه و بره، ناچاره که به انصاف و عدالت و دادگری و دادگستری و مردم داری و مردم زیستی و مردم دوستی و نگهبانی از کشور بگذرونه. برای که اگه خوب بد باشه، پسرش نمیتونه پادشاه بمونه، دخترش نمیتونه پادشاه بشه، نیاکانش رو نگه نمیدارن در اون اجتماع. و علتی که میبینی اینقدر مردم در انگلستان، در سوئد، در نمیدونم بلژیک، در نروژ، در تمام این کشورها، هلند، در تمام این کشورها که بالاخره تو اروپا خانواده های سلطنتی دارن، خانواده های پادشاهی دارن، حتی پس از سرنگونی پادشاهی مثل یونان، هنوز مردم یونان پسر به اصطلاح پسر الکساندرو که اسمش از آشیل، همین چند روز پیش فارغ التحصیلیش بود، شما باور نمیکنید مردم یونان، با اینکه این پسر در آمریکا فارغ التحصیل شد، مردم یونان در تمام مثلا رسانه های یونان، در تمام مجلات یونان عکس این پسر رو گذاشتن که پرنسس آشیلوس مثلا در فلان تاریخ فارغ التحصیل شده، یا مثلا نمیدونم پدرش کنستانتین اینجوری بوده، نوه مثلا کنستانتین پدر الکسان پسر الکسان این کارو کرده. برای مردم یونان، برای مردم ایتالیا، حتی باور نمیکنید ایتالیا هنوز خانواده های بازمانده پادشاهیش نامهاشون پرنسس و پرنس و اینهاست و نزد مردم بسیار محبوب. و جالبه که احترامی که شما میبینید مردم به خانواده های پادشاهی حتی پس از سرنگونیشون میذارن، شما هرگز نمیبینید در هیچ نوع سیستم جمهوری به ریاست جمهوری بذارن، هیچ وقت. یک رئیس جمهور همین که پایان کارش میشه اگه فوش ندن و سنگ و کلوخ پرت نکنن سمت شانس آورده باشه، رئیس جمهور خوبی هم بوده باشه، نهایتا دیگه رفت جز تاریخ، فقط تو کتاب های تاریخ می نویسن فلان رئیس جمهور فلان جا. ولی شما هنوز می بینید 44 سال پس از سرنگونی پادشاهی در ایران مردم روز به روز بیشتر علاقمند میشن به خانواده پادشاهی و روز به روز بیشتر علاقه دارن به شناسایی اینا چه کار میکنن، اینا چی میگن، سیاستشون چیه، نگاهشون چیه. برای چی؟ برای اینکه در دوران پادشاهی پادشاه فقط خودش و خانوادهش رو در نظر نمیگیره، پادشاه از هر آنچه در مرزهای جغرافیایی و سیاسی یک کشور میگذره پدافند میکنن، چه آب و خاک، چه مردم، چه زیستبوم، چه جانوران. و این تفاوتی است که ایجاد میکنه بین سیاست پادشاه و رئیس جمهور. اگه پرسشی داریم بفرمایید، خواهش میکنم. خواهش میکنم بانو آرتمیس، امروزه که میدونیم که مخالفان نهاد پادشاهی یا حکومت پادشاهی در ایران امروز همون افرادی هستن که خب یا خودشون هنوز زنده هستن، مخالفتشون همچنان ادامه میدن بعد از انقلاب 57، یا بچه هاشون هستن که راه پدرانشون دارن ادامه میدن و به غلط و همچنان نمیخوان قبول کنن که مصیبتی که به سر کشور ایران آوردن چه عواقبی برای مردم این کشور داشته که ما الان داریم میبینیم، چه از نظر عقیدتی، چه از نظر سیاسی، از هر نظر اقتصادی که بخوایم در نظر بگیریم، از هر زاویه که بخوایم به این نگاه کنیم، یک سقوط وحشتناک و
ایران سوز بوده، اما این جماعت همچنان نمیخوان اینو قبول کنن و شدیداً واژه دموکراسی رو تو حرفاشون، تو صحبتاشون، تو شعاراشون بهتر بگیم به کار میبرن و وقتی پای عمل میرسه کوچکترین باوری در واقع به این کلمه دموکراسی ندارن. من میخواستم نظر شما رو بدونم که اینها چقدر آگاهانه همچنان دارن پافشاری میکنن بر این نادانی و بر این ضربه ای که به ایران زدن از هر حیث و از هر جهت، و چقدر هم آگاهانه بوده یا ناآگاهانه. این دوتا رو میخواستم برای دوستان یه توضیحی بدیم و اینکه چرا وقتی بحث از پادشاهی میشه چرا میگن مردم سالاری، یا چرا میگن دموکراسی، یا چرا میگن هرچی مردم بگن، اما وقتی مردم میان کف خیابون شعار میدن و شخص مورد نظرشون رو به قول شما عشقی که ملت های اکثر مردم اکثر کشورها به پادشاه و خاندان پادشاهی دارن، شما فرمودین که در همه کشورها علنا داریم مشاهده میکنیم، این رو هم تو ایران هم ما داریم میبینیم. یعنی هر چقدر از حکومت جمهوری اسلامی، از انقلاب اسلامی تو این سالها گذشته رسیدیم تا به امروز، مردم عشق و علاقهشون بیشتر داره میشه به نهاد پادشاهی و مخصوصا به خاندان پهلوی، مخصوصا به شاهزاده. میخواستم نظر شما رو در این زمینه بیارم. هم این دشمنی آشکار که قبلا اگر پنهان بود الان علنا و آشکارا دارن دشمنی میکنن، این دشمنی چقدر آگاهانه چقدر ناآگاهانه است؟ سپاسگزارم از شما بانو افسانه گرامی. دقیقا همینجوری که گفتین، متاسفانه من میگم، همیشه اینو گفتم، مردم فکر میکنن اگر که میخوان جراحی مغز کنن باید حتما برن بهترین دکتر شهر و کشور رو پیدا کنن مغزشون رو عمل کنن، یا میخوان مثلا حتی یک شکستگی پاشون رو عمل کنن میرن ساعتها وای میستن تو صف بهترین دکتر رو وقت میگیرن میرن، و هیچ وقت خودشون صلاحیت نمیدونن که برن از بقال و چقال و حالا نمیدونم مثلا حسن آقا و پری خانوم و زری خانوم بپرسن که حالا الان پای بچه ما شکسته یا مثلا مغزمون تومور داره، شما چی سلام میدونی؟ ولی همین که به مقوله سیاست میرسه، اصلا مثل اینکه همه این حق رو به خودشون میدن که متخصص و فوق تخصص باشن و چنان در مورد مسائل سیاسی که کوچکترین دانشی هم حتی راجبش ممکن نداشته باشن حق به جانب و چنان کورکورانه و چنان با رگ گردن برجسته حرف میزنن که شما باورتون یعنی نشناسیم، میگین این داریوش بزرگم اینجوری نمیتونسته از مواضع سیاسی خودش دفاع کنه که این خانم یا این آقا که کوچکترین آگاهی هم در مورد مسائل سیاسی نداره اینجوری داره خودش رو واقعا تکه پاره میکنه که یه حرف غلط حالا یا توتیوار یا چیزی که شنیده رو بگه. بنابراین یکی از مشکلاتی که ما داریم که باید اینو بپذیریم، ما مردم ایران بسیار خودمون رو محق میدونیم در مورد مسئله سیاست، هممون به حرف بزنیم و هممون فکر میکنیم همون چیزی که من میگم یا پدر من به من مثلا گفته، حالا اگه مثلا کسی پدرش یا مادرش توده‌ای بودن یا مجاهد بودن، الان فکر میکنه که حرف اینا یعنی کتاب مثلا جامعه سیاست، یعنی دیگه هیچ کس بهتر از اینا تشخیص نمیداده و اینم باید پیرو اونا باشه یا اون حرف یا اون چیزی که مثلا تو محیط دور و برش میشنوه، در حالی که سیاست هم یک فنه، یک دانشه و هر کسی اگر میخواد در مورد مسائل سیاسی، شما ممکنه بتونی بگی آقا من آدم سیاسی نیستم، خب خیلی هم خوب، خیلی ها نیستن، ما ممکنه مثلا بندم ممکنه پیانیست نباشم، خب نیستم، یکی هم ممکنه ورزشکار نمیدونم بهترین ورزشکار نمیدونم گلف جهان نباشه، خب نیست، ولی چرا نمیخوایم اینو بپذیریم که آقا من نمیدونم، من واقعا اطلاعی ندارم، من اصلا دو تا کتاب نخوندم راجع به تاریخ ایران، من دو تا کتاب راجع به سیستم های شکل و سیستم و نحوه اداره کشورها و کشورداری یا گیتی آرایی نخوندم در زندگیم، اصلا فرق اینا رو من با هم نمیدونم، من مارکسیسم و لنینیسم و فرقش رو نمیدونم، من نمیدونم ماویسم نمیدونم فرقش با اینا چیه، ولی من مرتب گلومو پاره میکنم من چپم، من اصلا نمیدونم که فلسفه نیازی که شما دارین اینقدر اصرار میکنین ما باید بریم فمینیست بشیم، اصلا چرا ما چرا باید این کارو بکنیم و آیا من اصلا در پیشینه تاریخی خودم همچین نیازی وجود داشته به این موضوع که من دارم گلومو پاره میکنم و هر روز از این انجمن فمینیستی در میام میرم تو اون نشست، از اون نشست در میام میرم تو اون تظاهرات، چرا؟ یعنی هیچ
مردم هیچ نوع الزامی نمیدونن که یک کمی من دانش سیاسی پیدا کنم. بابا انقلاب 57 یهو از خلأ از آسمون نیفتاد، برم ببینم این تو این مغز این ملت چی میگذشته، اصلا این ملت چرا یه همچین خودکشی دست جمعی کرده و زمینه هایی که مردم رو به همچین بلاهتی رسون چی بوده؟ چرا مردمی که آزاد بود تمام آزادی های فردی و اجتماعی رو داشتن، کشور رو به پیشرفت رو داشتن، اقتصاد درخشان و شکوفا رو داشتن، نمیدونم کشور کاملا رو به رشد و مرفهی که حتی کارگرش یک کارگر ساده کار میکرد 5 تا 6 سر عائله رو اداره میکرد، چگونه این ملت باید اینقدر نفهمه که فکر کنه نیاز داره انقلاب بکنه در همچو جامعه؟ خب این همین نداشتن دانش سیاسی و تاریخی است و هیچی دیگه هم غیر از اینی. حالا یه عده‌ای دیگه تو این 44 سال از بدبختی و فلاکتی که بهش دوچار شدن با پوست و گوشتشون لمس کردن چه حماقتی در سال 57 کردن، یه عده‌ام که مردن و رفتن، خودشونم به هر روز برگشتن تا موقع مردنشون گفتن غلط کردیم غلط کردیم، ولی یک عده‌ای مزدور خائنی که هم اون دوران رو مزدوری و رذالتشون واقعا این ملت رو به این بدبختی انداختن، اونایی که به اصطلاح نامشون روشنفکر بود، اون کتابای مزخرف شریعتی و فاطمی، اون آدمایی که به اصطلاح خودشونو الیت این جامعه مینامیدن، با همه رذالتشون، با اینکه میدونستن دارن چی کار میکنن این کارو کردن، امثال شاملوها و غیره که پشت سر به مردم میخندیدن و هر کاری دلشون میخواست خودشون تو زندگی خودشون میکردن، ولی برای مردم صغرا کبرای چپ و اسلامی میچیدن، یه عده اونا بودن که با نهایت رذالت، و اونا هستن که بچه هاشونو شما میبینی یا نوه هاشون یا بازماندگان این تیپ آدم ها هستن که یهو میبینی گلوشونو پاره میکنن، فوش میدن به خانواده پادشاهی یا به سیستم پادشاهی، یا هنوز دارن سنگ جمهوری و چپ و اینو اونو به سینه میزنن، که من حال نام نمیخوام ببرم ولی خودتون نام بسیار از فرزندان همینجور آدم های خائن کجندیش چپ و چلو دارین میبینین، کج و موج های سیاسی نادان و مزدور و خائن که همین امروز هم میگن ما یه بار دیگه هم برگردیم به اون موقع انقلاب میکنیم. خب اینا اون قشر واقعا بی وطنی هستند و غیر ایران دوستی هستند و خائن به ایران و ایرانی هستند، که اینا تکلیفشون روشنه، که مهره های کاملا سوخته و نخنمایی هم هستند. یعنی شما دیگه الان آدم نمیبینین که آدم نرمال و سالمی باشه از نظر مغزی و بیاد و بره به پیونده مثلا به مجاهدی. من نمیشناسم، حداقل من نمیشناسم. اونایی هم که اونجا هستن که مثل گروگان گرفته شده های در چنگال اینا تو اون نمیدونم پادگان ها هستن، یا همشون دیگه شدن 60 ساله 60 70 ساله شدن، یا دارن میمیرن، یا بچه های همونایی هم که تو اون گروه ها با هم ازدواج کردن به اجبار بچه هاشون اونجا زندانی کردن و موندن بچه هاشون اجبارا رو شستشو مغزه، یعنی پادگان نظامی و زندان بزرگ نگهشون داشت. ولی من نمیشناسم مثلا یه آدم نرمال، یه دانشجوی دانشگاه، یه آدم تحصیل کرده، یه آدمی که سر کاره، یه آدمی که نمیدونم روزنامه نگاره یا نویسنده است یا فلان، من نمیشناسم کسی با عقل سلیم این روزا پاشه بخواد بره جز همچین گروهی. بنابراین خود اینها هم میدونن که عصر این بازی ها و این، ببخشید واژش اینه، رجاله بازی های سیاسی گذشته. شبکه های اجتماعی کمک کرد مردم تو این یک دهه گذشته به ویژه به سرعت رشد کنن، به سرعت پیشرفت کنن، دسترسی آزادتری به اطلاعات، دسترسی آزادتری به برنامه های گوناگون، داکیومنت های گوناگون، برنامه های مستند گوناگونی که ساخته شد، پادکست های گوناگونی که گذاشته شد، برنامه های یوتیوب، اینستاگرام، کلاب هاوس، اسپیس، اینها کمک کرد که مردم رشد فکری پیدا کنند، اصلا دستشون بیاد که آقا ما کجای بازی بودیم و چجوری ما بازی میخوردیم و چجوری مردم مثل یه گله گوسفند همینجور از این ور میروندن از اون ور میروندن، یه روز میفرستادنشون تو دانشجوی خط امام، یه روز میشدن چپی، یه روز میشدن مجاهد، یه روز سر از گروه فرقان در می آوردن، یه روز سر از نمیدونم گروه نمیدونم چی در می آوردن. بعدم که انقلاب شد و یه عدهشون رو اعدام کردن، یه عدهشون زندان کردن، یه عدهشون رو پخش و پلا شدن و رفتن،
و مردم به این اینا رو فهمیدن. یه زمان مردم چیزا رو نمیدونستن، یعنی فکر میکردن آره نه اسلام خوبه اینا بدن، نه این خوبه اون بده، آخوند گریان بده، آخوند خندان خوبه. ولی دیگه عرصه گذشت، زمان گذشت و 44 سال زمان کافی بود که این مردم به اون بلوغ فکری برسن که بفهمن ریشه این بدبختی ها کجاست. حالا ما نمیگیم 100% مردم ایرانن، ولی درصد قابل ملاحظه ای، دست کم 60-70% مردم ایران دیگه به اون آگاهی سیاسی و اون اندیشه و به ویژه نسل جوون به چیزایی که باید بفهمه یه جورایی رسیده. و خب شعارام نشون به شما میده که جایگاه مردم چقدر، جهت حرکت مردم چقدر عوض شده و چگونه خودشون بلافاصله که کسی میاد شروع میکنه به تخریب پادشاهی یا به تخریب نهادهای پادشاهی، حزبهای پادشاهی خواه یا افراد، شخصیت هایی که فعالان سیاسی هستن در طیف راست، بلافاصله که به اینا حمله میکنن دیگه مردم خودشون میان. یعنی دیگه حتی لازم هم نیست، خیلی ها اصلا ممکنه من و شما خیلی ها نشناسیم، ولی بلافاصله که به ما حمله میکنن مردمی که من و شما اصلا نمیشناسیم میرن از ما، برای که دیگه ذهن ها روشن شده که این بازی ها و این به ترفند ها کارگر نیست. و والو آرتمیس اصلا جالب اینه که این افراد تا قبل از اینکه مثلا خب صدای مردم به این حضور شنیده بشه همش میگفتن هرچی مردم بگن، یعنی ما تابع حرف مردم، ما نظر صدای سنجی مردمیم. مختلف، بله نظر سنجی مختلف میذاشتن و هی بازم روشون رو کم میکردن مردم. اما امروز که دیگه مطمئنن این مردم چی میخوان، بعد باز با پررویی هر چه تمامتر میان میشینن میگن مردم متوجه نیستن دارن چی کار میکنن، آفرین. الان ما باید تصمیم بگیریم. یعنی اصلا همون کاملا. کلمه ای هم که به کار میبرن خودشون در جا زیر سوال میبرن. و اما خوشبختانه همونجوری که خودتون گفتی مردم ها شدیدن و به سرعت به آگاهی دارن میرسن، اونایی که نرسیدن تا الان هم دارن کارکرد این افراد رو میبینن، میبینن که طرف اصلا مجاهدین خلق تو ایران هیچ کس قبول نداره مگر بقول شما همون بازماندگانی که تو همون محدوده ها با همون ایدولوژی بزرگ شدن هنوز، یعنی انگار با دنیای اطراف در دنیای پیرامونشون و بیرون از اون دنیا خودشون با کسی ارتباطی ندارن اونها هنوز. اما ما میبینیم کسایی که الان امروزه این شبکه های فارسی زبان ضد ایران اومدن بولدشون کردن، اینا میان با وقاحت تمام خودشون رو نماینده مجاهدین معرفی میکنن یا تجزیه طلبایی که اصلا جایگاهی بین مردم ندارن. یعنی شما تو همون شهرهایی که اینا میان ازشون حرف میزنن یا میان میگن ما نماینده این شهر و اون شهر هستیم به عنوان تجزیه طلب، مردم اون شهرها اصلا قبولشون ندارن اما با وقاحت تمام میان میشینن و خودشون نماینده مردم معرفی میکنن، خودشون نماینده گروه های تروریستی معرفی میکنن و همچنان اصرار دارن که یه گروه تروریستی مثل سپاه رو ببرن تو لیست تروریستی برای یا تو مجامع بین المللی، اما حاضر نیستن یه به پشت سر خودشون نگاه بکنن ببینن چه گندایی زدن، چقدر آدم کشتن، چقدر ایرانی کشتن و با وقاحت میان میشینن دم میگن که ما صدای مردم مثلا کردستانیم، ما صدای مردم مثلا بلوچستانیم، در صورتی که هیچ پایگاه اجتماعی ندارن تو این شهرها و نه نمیخوان قبول. روزی هم که مردم دارن میان میگن بابا ما شما رو نمیخوان، اصلا شما رو کسی نمیشناسه تو ایران، همچنان وای میسن و میچینن. و این چند تا موجی هم داریم تو شبکه‌های مختلف فارسی زبان ضد ایرانی که میان این افراد رو میارن، افرادی که واقعا تا دیروز کسی نمیشناختشون و خود درست. مردم دارن جواب میدن تو همین شبکه‌های اجتماعی، مثلا فلانی مثلا تا دیروز بالای درخت بوده یا اون درسته. یکی اصلا کسی نمیدونست سهمیه‌ای وارد دانشگاه شده، حالا یه رشته درس خونده و جایی که برسه به شغل شریفش بلند میشه میاد میره دنبال مسائل سیاسی و میخواد صدای مردم باشه. شما اگر ساکت باشین و اجازه بدین مردم خودشون فریاد بزنن، صداشون خیلی هم رسا هستش به نظر من. یعنی نیازی نیست که کاملا. اینا بخوان دارن همه چی رو به حاشیه میبرن. موقعی روز روزی هم که میشه میگن مثلا شاهزادهشون از منشور جدا شد دیگه همبستگی رو خب شما ادامه بدین، شمایی که ادعاتون میشه چرا انقلاب نمیکنین، مگه نمیگین ما میتونیم؟ الان یه نفر جدا شده، بقیهتون که بودین، چرا یکی یکی زدین تو سرگله؟ هم راست. خودتون هم جدا شدین، بشین بله. انقلابتون بکنین اگر پایگاه دارین، اگر جایگاه دارین، اگر حرفتون بین مردم ایران خریدار داره. کاملا درست میگین و این مهمه که مردم ایران
جالبترین نکتهش اینه، با مردم درون ایران که صحبت میکنین میگن اصلا این حرفایی که شما راجع به این تجزیه طلبای بیرون کشور میزنین، اصلا ما تو این منطقه ما داریم تو این شهرها زندگی میکنیم، ما تو کردستانی، ما تو مهابادی، ما تو نمیدونم بلوچستانی، ما تو نمیدونم خوییم، نمیدونم این وریم اون وریم، ما انواع اصلا گوشه های ایران. میگن ما اصلا این حرفا رو ما نداریم تو ایران. این حرفایی که شما دارین میزنین، این حرفا معلوم نیست این آدمایی که بیرون کشورن اینا کیان، اینا اصلا نه تو کشورن نه از درون ایران کسی همراه ایناست. اینا خودشون از یه جای دارن پول میگیرن تبلیغ میکنن، حالا برای تجزیه طلبی، برای این، برای اون. و خیلی از اینایی هم که میبینید، خیلی هاشون علاوه بر این که از مزدورای خارجی پول میگیرن، خیلی هاشون هم از جمهوری اسلامی پول میگیرن، بر تبل های تجزیه طلبی میکوبن، یا میان مثلا میدونین دیگه، خودتون بهتر میدونین، این اپوزیسیون های دستساز، این به اصطلاح فعالان دانشجویی که یک دونشون هم حتی دانشجو نبودن، فرستادن به بیرون، خودشونو چسبوندن به استیت دیپارتمنت، از این برای اون بر پول بگیرن. ولی نکته مهم، من میخوام اینو به عنوان شاید نکته پایانی بگم، انقدر پادشاهی در ایران کهنه و انقدر جایگاهش استواره و انقدر خوب عمل کردن مردم در این چند وقت اخیر، که شما دیدین هنگامی که شاهزاده مسافرت کردن به اسرائیل، نه تنها در اسرائیل، نه تنها در تمام روزنامه های اسرائیل درباره این سفر نوشته شد، بلکه در ایتالیا، بلکه در هر جا که رفتن ایشونو به عنوان یک دولت مرد پذیرفتن، نه به عنوان یک ولیعهد در تبعید که هنوز نتونسته برگرده و تاج و تختش رو پس بگیره. یعنی به عنوان کسی که واجد این شرایط دونستنش که دیدار رسمی بکنه از کشور. این خیلی مهمه. شما وقتی با رئیس جمهور یا نخست وزیر یا وزیر اطلاعات یک کشور دیدار میکنی، نمیتونی یه شخصیت معمولی باشی. الان من و شما مثلا فردا بخوایم بریم توی کشوری بگیم آقا ما اومدیم فعال سیاسی مثلا، حالا میخوایم دیدار کنیم، اصلا کسی از مقامات رسمی کشور با من و شما دیدار نمیکنه. هنگامی که با کسی دیدار میکنن، این نشون میده اینا خودشون میدونن ایران بهترین متحدشونه پس از سرنگونی جمهوری اسلامی، و ایران پادشاهی بهترین متحدشونه برای اینکه همه کشورهای خاورمیانه از تربیولنس، از این فراز و نشیب خسته شدن. ببینید الان عراق کنارشون تمام مدت داغون، سوریه اون ور داغون، لبنان اون ور داغون، افغانستانی بر داغون، تمام کشور منطقه، اون فلسطین همچنان داره موشک پرت میکنه، اسرائیل هم خسته شده، خود عربستان هم خسته شده. یعنی من میزان سیمپاتی که دولت عربستان داره و میبینم از طریق مقاماتشون که روی برگه های توییترشون جای دیگه می نویسن پادشاه عربستان و پادشاه ایران بهترین دوستان منطقه بودن و همدیگر برادر میدونستن. ما امیدواریم با اعلیحضرت رضا شاه دوم هم در آینده همون همکاری و همون سیستم رفتاری رو داشته باشیم که با پدر فقید ایشون داشتیم. اینو به عربی من روی چند تا از برگه های توییتر و برگه های به اصطلاح آفیشال خود مقامات دولت عربستان من دیدم، و عربستان اصلا به نفعش نیست جمهوری اسلامی بمونه، عربستان اصلا هم به نفعش نیست تجزیه طلبا باشن، برای که تجزیه طلبی و تجزیه طلبا و تیکه پاره شدن ایران یعنی باز تلاطم در منطقه، دوباره مش گروه اسلامی تندرو این ور، دوباره 4 تا بمب اون ور، دوباره 4 تا موشک اون ور، در حالی که اگر ایران ثبات داشته باشه و یه پادشاه بیاد خردمند مثل شاهنشاه آریامه بر سر کار در ایران، این رو برای عربستان، برای اسرائیل، برای امارات، برای تمام منطقه یک جزیره ثبات میبینن. و اینقدر هم عربستان الان تو این سالها، این 4 دهه که ما همه ثروتهای ملیمون به باد رفت، عربستان اینقدر ثروتمند شده که دماغش داره پول میزنه بیرون و تمام این نواحی گوناگون خاورمیانه رو با پول داره میاره زیر قدرت و زیر چنگ خودش. الان مصر رو داره، این قاهره جدید کلا با سرمایه عربستان ساخته میشه، تو اردن که شما میرین این اتوبان رو عربستان ساخته تقدیم کرده، اون بیمارستان و اون نمیدونم فرودگاه و عربستان همین جور داره پول خرج میکنه تو کشورهای متحد خودش در منطقه. و بنابراین چرا داره این کارو میکنه؟ برای که میخواد این کشورهایی که خیلی در به داغون ترن ولی میتونه درستشون کنه، مثل مصری که کودتا کردن، اسلامگرا رو انداختن دور، یا اردن که پادشاهیه، میگه اگه اینا رو نیرومند کنم و اینا ثبات داشته باشن در کنار من بهتره. برای که میبینید عربستان هیچ پشتیبانی از فلسطین نمیکنه،
عربستانش پشتیبانی از لبنانی که تمام مدت داره موشک پرت میکنه سمت اسرائیل نمیکنه. عربستان هیچ پشتیبانی از سوریه نمیکنه. دارین میبینین. ولی ما دیدیم که بارها و بارها حتی این اینترنشنالی که پول عربستان میده داره پول میده که برای اپوزیسیون خرچه. حالا ما کاری نداریم که 4 تا آدم خائن در این ایران اینترنشنال اومدن خودشون رو نزدیک کردن که برای که این پولا رو بتونن بمکن بر اساس منافع به اصطلاح گروه های خودشون پولای عربستان رو خرج میکنن. ولی منظور خود عربستانم ثبات در منطقه است و با بودن جمهوری اسلامی و با تجزیه ایران هیچ وقت ثبات در منطقه ایجاد نخواهد شد. اسرائیل هم به این نتیجه رسیدن، برای همینم هم هست که میبینید که اینقدر کلید خورده انداختن جمهوری اسلامی و تعامل نکردن با این جمهوری اسلامی و نزدیک شدن به اصطلاح خانواده پادشاهی ایران، برای اینکه فردای ایران بتونن اینا رو ساپورت کنن و اینا بهترین دوست و متحد اونها در خاورمیانه خواهند. درسته، امیدواریم که منظورم این اینه اتفاق که بیفته. امیدواریم به زودی بیش از این نخوان مردم ایران تاوان اشتباه 57 رو جوانای ما دارن امروز میدن. بدبختی و فلاکت این انقلاب مونده برای مردمی که تو ایران دارن، وگرنه خودشون که همه فرار کردن رفتن کشورهای پادشاهی اکثرا دارن زندگی دقیقا میکنن در رفاه، ولی این مردم ما هستن که دارن تاوان پس میدن. ولی خب این انقلاب جمهوری اسلامی دو تا مسئله رو خیلی خوب به مردم ایران فهموند. یکی اینکه هیچ نوع حکومتی جز پادشاهی برای این جغرافیا قابل اجرا نیست، یعنی امکان خوب پذیر جواب برای نمیده. حکومت آره جواب نمیده. یکی اینکه اسلام برای همیشه هویت و ذاتش برای مردم ایران روشن آشکار شد. شد و مردم ما فکر نمی کنم دیگه بعد از این به تو دام همچین بلای خانمانسوزی یا ایدولوژی دیگه ای که دیگه خانمانسوز از اسلام نداریم بیفتن و بخوان که ایران دیگه دست هیچ کسی جز کسایی که مهر به ایران دارن و برای آبادانیش و آزادیش تلاش میکنن بسپارن. به امید آزادی ایران، به امید آگاهی روزافزون اون کسایی که تا به امروز هنوز نفهمیدن. پاینده ایران جاوید شاه. سپاس از شما، پاینده ایران و با امید ایران آزاد. خدا بدرود. نگهدار. بدرود.